خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. خیلی خوشحالم که ارتباطمون برقرار شده. با آقای یزدان خداوندلو هستیم از کلن آلمان و ایشون هفته قبل رفت آرایشگاه، من حسودیم شد، من امروز رفتم. خیلی هم خوب، مرتب و شیک و هر دو اینجا هستیم. آقا چی میگید شما؟ چرا فکر میکنید که بعضیا میخوان تاریخ و به اصطلاح به عقب برگردونن؟ مقاله‌ای که شما نوشتید من دارمش روی فیسبوک، اگه خودتون میخواین لطف کنید در اون مورد بگید، یا اینکه به همین صورت که من این پنج سوال رو یا پنج تاپیک رو عنوان کنم، شما یکی یکی درباره اونها صحبت کنید. آمریکایی‌ها میگن elaborate، یعنی بازش کنید، دربارش توضیح بدید. آلمانیش چی میشه؟ آفکلرون کردن. بله بله، بسیار، یعنی روشن کردن، یعنی اینکه بازش کردن. بسیار خوب. شما شما اجازه میدین قبل از اینه که به این مسئله چرخ تاریخ به عقب باز نمیگردد رو شروع کنیم، به حرفای شما مثل اینه که پری روز بود داشتید صحبت میگردید گوش کردم، دو تا مطلب هستش که به اونا کوتاه اشاره کنم. بفرمایید. اولا اجازه بدین من یه چیزی رو به دوستان بگم که بدونن این برنامه مال شماست. وقتی که یه نفر برنامه رو مال خودش هست، خودش تهیه کنندش هست، خود اون شخص مختار هست. بعضی از شماها لطف دارید میگید که منم میتونم تو شرکت کنم، سوال جواب کنم، منم از این بابت هم ممنونم هم استفاده میکنم، امیدوارم سوء استفاده نکنم و به این خاطر هست. و الا شما از الف تا ی یا از A تو Z یا از A تو Z مال شماست برنامه. بفرمایید. درود بر شما، اختیار دارید شما. یکی این کلمه استاتیک و دینامیکی که شما اشاره کردید. بله بله. این رو قبل از انقلاب، 3-4 سال قبل از انقلاب، این کتاب رو اگر که شما مشاهده بکنید، جامعه شناسی هنر، جامعه شناسی و هنر اثر آریانپور هست. بله بله. صحبت می‌کنه درباره هنر و هنر رو میاد میگه که بعضی از سبک‌ها ایستا هستن، بعضی از سبک‌ها پویا هستن. بله بله. اینو من اون موقع خب خوندم، بارها هم مرتب بهش اشاره کردم، کتاب بسیار خوبی هستش و توصیه میکنم هموطنا بخوننش. بعدها یواش یواش این کلمه ایستا و پویا رو، استاتیک و دینامیک رو که من میگم ایستا و پویا رو، تعمیمش دادم به عواملش رو. خیلی خب، حالا اونجا درباره هنر آریانپور صحبت کرده که چه هنرهایی، چه سبکای ایستا هستند و کدوم ها پویا هستند. فکر کنم امیر حسین آریانپور. نه، تعمیرش بدیم درباره مسائل دیگه، مثلا مسائل سیاسی. اومدم عواملی براش پیدا کردم که سنت عامل ایستایی است و تجدد چون درونش حرکت هست که باید یه چیز جدیدی ساخته بشه، نماینده پویایی است. بله. بعد مطلب دیگه گفتین که درباره حزب. خب من هفته گذشته درباره حزب صحبت کردم. ما بخوایم حزب تشکیل بدیم، ابتدا باید همدیگه رو بشناسیم که ببینیم با همدیگه تجانس فکری داریم. در سطوح هرچی بیشتر به همون نسبت دوستی ما پایدارتر میشه، قوام بیشتری پیدا میکنه. یعنی درباره محیط زیست نگاه میکنم، میبینم من همون گونه فکر میکنم که شما فکر میکنید. درباره مسائل سیاست، درباره مسائل اقتصادی، درباره وضعیت مردم، در خیلی از مسائل. خیلی خوب، الان این شبکه فیسبوک و شبکه‌های موازی امکاناتی فراهم کرده که ما با همدیگر بتونیم بشناسیم. خیلی خوب، حالا برای اینکه ما همدیگر بشناسیم، شما ببینید من رفتم یه چند تا گروه تشکیل دادم، در این گروه ها هم آدم های زیادی رو جمع کردم، مرتب نگاه میکنم ببینم تو این گروه ها چه کسی حرفای با ارزش میزنه، اونو بردارم بیارم تو این گروه ها. خب تو لیست این گروه ها دوستان من هم بسیاری از افراد هستن. مرتب من لینک این گروه ها رو میذارم در صفحه هاشون، میگم عزیزم شما که داری این مطلب رو فراهم کردی، اومدی تو دیوار خانه خودت اونجا توی گروه آویختی، اینو تو این گروه ها هم بگذار که تعداد بیشتری اینو ببینن و واکنش نشان بدن. برای چی؟ و در نهایت ما همدیگر میشناسیم. همین این شناسایی ما توسط همین شبکه فیسبوک پایه و مبنایی میتونه بشه که اگر فردا بخوایم بریم حزب تشکیل بدیم، بر اساس همین شناسایی میتونیم تشکیل بدیم.
فردا من و شما بلندشون بریم توی ایران، حتی از دولت هم جواز یه دونه حزب رو بگیریم، اساسنامه‌ش هم بنویسیم ببریم دولت هم چیز بده. خب باید براش تبلیغ بکنیم که اهداف ما چی هستش و عضو جمع کنیم. چگونه میتونیم جمع کنیم؟ خب همین فیسبوک داره فراهم میکنه. در صورتی که به این آقایون خانم‌ها میگن بابا این مطالبتون رو تو این گروه ها هم بگذارید، چه شما رو بشنوید، مگه شما هدفتون این نیستش که این مطلب رو اونجا مطرح کنید کسای دیگه هم بدونن؟ خیلی خوب، بیار بذار تو این گروه، تو فضای باز. بسیاری از اینها دوست ندارن بیان تو این فضای باز. یکیش به من میگفت آقا من دوست ندارم فعالیت سیاسی در چیز میدانی بکنم. گفتم آقا اینجا که میدان انقلاب نیستش که بری اونجا دعوا کنی، تو خونه نشستی یه مطلب نوشتی بیار بذار تو این گروه 200-300 هزار نفره که در اونجا ببیننتون. از این 300 هزار نفری که اونجا میبینن میره تو کامپیوترشون، خب 1000 نفرم که ببینن لایک بکنن حرف بزنن، شما به نتیجه رسیدی. همکاری نمیکنن. حالا ما چجوری میتونیم بریم تو ایران حزب تشکیل بدیم؟ این دوتا مطلبی بود که بخواستم بهش اشاره کنم. اما مسئله الان تصویر که صافه، حالا من میخوام این ورد رو باز بکنم که این مطلب رو برای شما بخورم. تصویر من که خراب نشد. نه خیلی بفرمایید. خیلی خوشحالیم که امروز ماتی نکن. ببینین آی سوربی، من این مطالب رو بارها گفتم که بر اساس نیاز زمان می‌نویسم. نگاه بکنم ببینم الان مشکل چی هسته، درباره اون بنویسم. خب من دارم نگاه میکنم ببینم که در این وسط بسیاری از این سلطنت‌طلب‌ها هستن که به خاطر عملکرد غلط جمهوری اسلامی اینا به یه توهمی دچار شدن و فکر میکنن که سلطنت رو میشه باز در ایران بازگرداند. در پاسخ به این افراد نوشتم که آقایون خانمان، چرخ تاریخ به عقب باز نمیگردد. حالا مطلب رو من میخونم، بعد شما اون سوالاتی رو که در اونجا هستش که شما کردید اینا رو مطرح کنید و ما این خوب مطلب رو که میکنم حدود 8 دقیقه طول میکشه، ما بقیه زمان رو بگذاریم به این گفتگوی دو طرفه، یعنی دیالوگ کنیم با هم در بیرابون این مطلب. خوبه؟ بسیار عالی. بسیار خوب. حالا چرخ تاریخ به عقب باز نمیگردد. 100 سال پیش در انقلاب مشروطه که چند دهه از سرکوب جنبش بابیه میگذشت، ناقوس برچیدن نهاد فرسوده سلطنت قاجاری نواخته و طرح کمرنگی از استقرار نظام جمهوری در روان تعدادی از فرهشتگان آن دوران افکنده شد. اما برای ایجاد دموکراسی و حکومت مردم بر مردم، اهرم‌های لازم مثل احزاب مستقل به عنوان ابزار اداره جامعه مدرن، طبقه متوسط و آگاه به امور سیاست، روزنامه نگاران حرفه‌ای، تکیگاه نیرومند متکی به نظام سرمایه، داشتن آگاهی نسبی از نظام جمهوری و مجلس ملی متشکل از نمایندگان برگزیده مردم را ملت ایران در یک قرن پیش مثل امروز در اختیار نداشت. از این رو نظام سلطنت با وجود نوسازی شدن لنگ لنگان توانست 37 سال دیگر به حیات خود ادامه دهد و در همین راستا سامانه شاهنشاهی از وحشت سرنگونی در ابتدای سلطنت رضاشاه و در اثر فشار متراکم از مطالبات برخواسته از انقلاب مشروطه اندکی اصلاحات اجتماعی اقتصادی انجام داد، اما از دادن امتیاز تشکیل احزاب مستقل بر حاشیه به حاشیه راندن دربار و واگذاری امور کشور به دست مردم جلوگیری و برای تحکیم قدرت استبدادی نظامی از یک سو بدنه جامعه را از دخالت در سیاست منع کرد و از دیگر سو تا توانست نخبه زدائی و فرزانه کشی نمود و صحنه خالی از رجال وزین و استخاندار گردید. سپس در زمان پهلوی دوم برای استحکام پایه‌های لرزان سلطنت که پس لرزه‌های آن با ترورهای مشکوک و حساب شده که بیشتر توسط متولیان ملا و مکلای نهاد دیانت اسلامی برای ترساندن شاه و داشتن سهمی از قدرت و برخورداری از آخور مفخوری اما نه حذف مطلق او صورت گرفت، با نهاد دیانت که پهلوی اول کم و بیش از روی مصلحت آن را از صحنه
بیرون رانده بود ائتلاف و اتحاد کنند و از همان زمان لاس زدن با متولیان و ملا و مکلای نهاد دیانت با قرار دادن شرعیات دینی اسلامی در کتاب‌های درسی به دستور محمد رضا شاه و ساختن هزارها مسجد به جای کارگاه‌های فنی و هنرستان‌های علمی در دستور روز قرار گرفت تا به دست اعلیحضرت خدایگان مقدمات رستاخیز 57 آماده شود. این ائتلاف و اتحاد نهاد سیاست و دیانت و جدایی مصلحت آمیز و قهر آشتی سالوسمنش آنها در طول 2500 سال تاریخ درازدامن ایران پیوسته اتفاق افتاده و اشکال گوناگون پادشاهی پارلمانی و استبداد سلطانی آن را تجربه کردیم که یک بار به انقراض دیانت ایرانی زرتشتیگری و ده ها بار به انحطاط و سرنگونی نظام سیاسی کشور منجر شد که به همراه از میان رفتن استقلال ملی زمام امور و هستی ما بیش از هزار سال به دست بیگانگان افتاد و با تأسف بسیار تا کنون به علت بنیادین این ظهور، سقوط و انحطاط ناشی از اتحاد و ائتلاف‌های شوم در غیاب تفکر فلسفی در پیکر فرهنگی ما اشاره نشدند و ملت قهرمان ایران پس از لبریزی صبرش در بزنگاه تاریخی 57 اراده کرد تا خود را از شر هر دو نهاد فرسوده و فرتوت سیاست و دیانت اسلامی با ساختار ایستاد و سکونزا که مسئول سامان اجتماعی ما بودند خلاص کند که با ضربتی هراس‌انگیز هرم سلطنت را در هم کوبید و وجود هوادارانش را در کوتاه زمان از سطح جامعه پاک کرد و پس از در هم شکستن دربار و ستون فقرات فئودالیسم ایران و برچیدن بساط سلطنت که مسئول امور دنیوی بود جهت فراپویی و تحول کشور نظام جمهوری اعلام کرد و بلافاصله در راستای برپایی ملیتی استوار بر بنیاد هویت ملی چو شاهبازی که به شکار مگسی می رود به سراغ نهاد دیانت اسلامی این دندان کرمیده و به اجوار در آرواری کهنکاشتی ما آمد تا به وساطت متولیان ریز و درشت ملا و مکلا آن را از حاشیه و کاسلیسی سفره ملت بر اریکه قدرت و میدان پرچالش ایران معاصر افکند تا تکلیف این مزاحم سمج و انگل تاریخی را از پیکر روانی خود ابتدا با حجم حل و مزا و سرانجام در صورت پایین نیامدن از خر شیطان در مسافی خونبار با اسلحه روشن و رخت نکبتوارش را از پهنه ایران اهورایی برکرد و تومارش که وظیفه امور اخروی به او واگذار شده بود را برای همیشه در هم پیچد و شما آشکار و نهان مشاهده می کنید که از یک سو سرانگشتان فرزندان ایران قبضه اسلحه نیرومند ناسیونالیسم ملی را لمس می کنند و سمبول‌های نیاکان را بازسازی و از دیگر سو ریز و درشت پیر و جوان بر ستون‌های موهوم این دیانت اخریبری خرافی ضد ایرانی می کوبند. لطفاً همچو فرزانه بزرگ توس افق‌های دور را نگاه کنید تا در قضاوت گرفتار داوری‌های ناسنجیده نشوید. میکروفون در اختیار شماست. من ممنونم از شما. در رابطه با برگردوندن چرخ تاریخ به عقب، دوستان طرفدار پادشاهی میگن خب چرا اسپانیا این کار شد، اون آقای فرانکو این کار کرد، ولی نمیدونن که اون اولا به موقع بود و اینجور نبود که اون منقرض بشه و بره و 30-40 سال بگذره و اینها. در این رابطه شما چی میگید؟ بله، ببینید این مقایسه کاملا غلط هست. چرا؟ برای اینکه اسپانیا به عنوان یک کشوری که در گوشه جنوب غربی اروپا قرار داره، در اروپا از 400 سال پیش در زمان مارتین لوتر رفرم مذهب صورت گرفت، یعنی اصلاحات دینی صورت گرفت. 100 سال 200 سال بعد از اون اصلاحات نیت فرهنگی صورت گرفت و این اصلاحاتی که صورت گرفت در اونجا در زمان ناپلئون اومدن یورش برد تمام فئودالیسم رو در هم کوبید
بنابراین در اروپا انقلاب فرهنگی صورت گرفته، انقلاب صنعتی صورت گرفته، امروز هم انقلاب الکترونیک و به نانوتکنیک رسیده و در مقابل دولت صدها سازمان کارآمد با لشکری از متخصصان در اختیار داره و ما در عوض هیچ چی نداریم. ما در آستانه رفرم مذهب الان در اینجا هستیم. ما باید این شر مذهب را از سرمون کوتاه کنیم تا گشایشی در رفتارمون ایجاد بشه و بتونیم به انقلاب فرهنگی برسیم. این هستش که اینا میان میگن چرا در شاه، مثلا انگلیس شاه داره، بلژیک شاه داره، دانمارک شاه داره. بله اونجا شاه دارن، ولی شاه کاری نیست. قدرت سیاسی در دست احزاب و نخست وزیر هاست و احزاب هستن که اونجا همه کاره هست. شاه فقط به عنوان سمبول و میراث ملی است. این هستش که این مقایسه که میکنن، اومدن یک کشوری که هنوز هیچ کاری صورت درش نگرفته را با کشورهایی که این کارها را از 200-300-400 سال پیش انجام دادن و امروز دیگه مشکلی ندارن، با مذهب مشکل ندارن، با فودالیسم مشکل ندارن، با خانخانبازی مشکل ندارن، با خیلی چیزایی دیگه مشکل ندارن و صدها سازمان کارآمد در اختیار دارن، لشکری متخصص در اختیار دارن. ما در عوض هیچی نداریم. بسیار ممنونم. این ماجرای شما چند بار توی صحبتاتون، مخصوصاً از اون دوستانی که پا به سن گذاشتن، یعنی سالمندان ما، صحبت کردید و معروفه میگن دوزاری اینها دیر میفته. من فکر کنم باید بگیم دوزاریشون نمیفته، چون اگه دیرم بیفته بالاخره یعنی آدم دیر متوجه میشه، ولی به نظر میاد که اینها متوجه نشدن. این رو فکر میکنید دلیلش چیه و چرا اینها اینجوری هستن؟ بله، به خاطر این هستش که این جماعت، یعنی پابسن گذاشته، با جوانو گار ندارم، پابسن گذاشته، این جماعت دچار تفکر سنتی اسطوره‌ای هستند. حالا ساختار تفکر اینها رو من برای شما در چند تا مطلب اشاره بهش میکنم که چگونه کارکردی داره. کارکرد تفکر اسطوره‌ای سنتی، گفتم که این افراد گرفتار تفکر اسطوره‌ای هستند. در تفکر سنتی نگاه انسان اسطوراندیش در برخورد با مشکلات به جای یافتن علت و کالبد شکافی آن همیشه با معلول گلاویز می شود و به جای فاعل مفعول را که در مقابل چشم او قرار دارد می کوبد. به عنوان مثال شعاری از ناصر خسرو، از ماست که بر ماست و عقابی که به هوا خواست و اگر خرد داشتیم چنین و چنان میکردیم را توتیوار تکرار میکنن به چند دلیل. یک، علت و معلول را از هم تفکیک نمیکنند. دو، علت و معلول را پدیده واحد میدانند. سه، افق فکرش، یعنی همین پاوسن گذارده ها، کوتاه و شعاع آن به علت که در کرانه های دورتری قرار دارد نمی رسد. چهار، راه رفتن روی خط علت و معلول تا رسیدن به نتیجه و تکمیل چرخه آن را یاد نگرفته. بعدن اگر خواستید من این تکمیل چرخه علت و معلول رو توضیح می دم که منظور من چی. پنج، با تضاد و تناقض بیگانه است. شش، توانایی نگاه بی‌غرض از دور به قضایا را ندارد تا زاویه دیدش باز، افق مورد مطالعه‌اش پهناور، در نتیجه کلیات را ببیند که در این نگاه معطوف بر کل سیاست پنهان در پس شعارهای دهن پرکر سکولاریسم، لائیسیته، دموکراسی، دین امر خصوصی است، به اعتقادات مردم باید احترام گذاشت، خداوند فرمود را مشاهده کند. پشتوانه فرهنگی لازم به نیرومند برای شکافتن ساختار علت را ندارد. 8، دایره واژگانی بزرگ که ابزار اندیشه برای فرموله و انسجام مطلبات را در اختیار ندارد. 9، علت در بسیاری از موارد ساختاری سخت، پیچیده، ظاهر فریب و دلربا دارد که از میدان جاذبه آن نمیتواند خارج شود. 10، فاقد عقل نقاد و چالاک است که مفعول را به جای فاعل نگیرد. 11، در پیکر روانی او شک، تردید و پرسشگری حضور ندارد تا به درستی و نادرستی موضوع مشکوک شود. 12، از بهره هوشی پایینی برخوردار است.
13 از نظر عقلی پیر کودک است. 14 افکارش در اعتقاد و ایمان توقف کرده، ستایشگر شیخ یا شاه و متنفر از جمهوریت است. من مرتب گذشتگرا بره بچسبه به عقب بابا، آینده آینده رو برو در مورد. 15 خدا را تکیگاه روانی خود می دارد و فکر می کند الله جهان را آفریده. 16 با منطق سوری ارسطویی یا دیالوکتیک بیگانه است و مفاهیم چهار اصل آن در مغز مبارکش به گوارش ذهنی نرسیده که مثل ابزاری نیرومند در شکافتن تجزیه و تحلیل قضایا به کار گیرد. 17 چون علت و معلول را تشخیص میدهد میگوید دین عیبی ندارد و اگر عیبی هست در مسلمانی ماست. 18 هر جا که خر باشد خرسوار هم پیدا می شود. 19 علت در بسیاری از موارد همذات اوست و ایشان با ذات خیش درگیر می شود. 20 با حقیقت سر ناسازگاری دارد، زیرا ساختار تفکرش با مفاهیم مهمل نامتقارن مزایق بندی شده است. به این دلایل پاوسن گذاردگان ما دوزاریشون نمی افته که در انقلاب 57 ملت قهرمان ایران نهاد سلطنت رو بساش برچید و بلافاصله اومد سراغ نهاد دیانت و از حاشیه و کاسلیسی سفره ملت عبرد بر اریچه قدرت و میدان پرچالش ایران معاصر افکند تا تکلیفش روشن کنه. اینو به جا نمیارن. تمام هدف نوشتن من از این مقاله این است که آقایون به جا بیارید، یه ذره دور به قضایا نگاه کنید. بفرمایید میکروفون در اختیار شما. بسیار ممنونم. لطف کنید در مورد نقش احزاب در ایجاد دموکراسی یا بگیم نقش احزاب در ایجاد دموکراسی چگونه است؟ بسیار. ببینید عزیزم، وقتی که ما میگیم حزب باید بریم تشکیل بدیم، یعنی نهادهایی که در امور جامعه دربارش صحبت میکنیم و طبیعتاً در این اتاق فکر احزاب هستش که کلیه مسائلی که باهاش روبرو هستیم و باید این مسائل رو به یک نحوی حل کنیم تا گشایش در زندگی ایجاد کنه، به ابزاری به نام حزب احتیاج داریم. در احزاب هستش که ما میتونیم با هم دیگه بتونیم بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم و شعارهامون رو انتخاب بکنیم. بدون حزب که فقط در نظام جمهوری امکان پذیر هست، امکان ایجاد یا پیاده کردن دموکراسی و لائیسیته و حکومت مردمی و این حرفا امکان پذیر نیست. دموکراسی یعنی دموش یعنی مردم و کراسی یعنی حکومت تنها در نظام جمهوری امکان پذیره که انسان میتونه با رأی خودش و اون کاندیدهایی که از طرف احزاب پیشنهاد میکنه برای ریاست جمهوری و نهادهای دیگه، با اون رأیش میتونه مثل هر هدفی شلیک کنه. با اون رأیش بسیار دوره. در نظام های سلطنت و ولایت فقیه انسان اصلا کاری نیست. در نظام جمهوری هستش که میتوان انتخابات صورت گرفت و برای انتخابات هم احزاب هستش که کاندیداتشون رو میتونن معرفی بکنن و این احزاب هم در اتاقهای فکرشون میشینن به کاندیداهاشون یاد میدن که چه چیزهایی رو باید بگی. حزب یکی از فعالترین یکی از درخشانترین سازمانهایی هستش که انسان برای بهزیستی خودش میتونه تشکیل بده. ممنون از شما. حالا که درباره حزب صحبت میکنیم، چرا رژیم جمهوری اسلامی یا رژیم اسلامی چون جمهوری نیست اجازه تشکیل احزاب مستقل را نمیده؟ آها، ببینید، جمهوری اسلامی یا نهاد سلطنت قبلا اینها هرمی هستند. ساختارش هرمی که سه تا عضو داره، در وسط مردمن و عنصر بعدیش فرمایشات اون آقا و اون بالا هم که یا شاه نشسته یا ولی فقیه. این الگو تغییر ناپذیره و طبیعتاً حکومت اینها تک فردیست، تک شخصیست، یک طرفست، یک قطبیست. در صورتی که احزاب وقتی تشکیل که میشه در نظام جمهوری، خب برای ریاست جمهوری افرادی رو منتقل میکنه، پیشنهاد میکنن و این افراد میتونن اهدافی داشته باشن و
وقتی که اومدن این اهدافشون رو مطرح کردن و مردم دورشون جمع شدن، این جمع شدن مردم به اینها قدرت میده و قدرت گرفتن اینها حاله ای از قدرت، یعنی بین اینا استیقا میکنه و با تولید این حاله این جامعه دو قطبی میشه، در صورتی که ساختار نهاد سیاست پهلوی و همین ولایت فقیه یک قطبی است. به همین خاطر هستش که اینا نمیتونن تحمل کنن قطب دیگه ای رو. امیدوارم که تونسته باشم توضیح بدم. بله، پس طبق این فلسفه هر حزبی که اونجا هست، شما میگه حزب وابسته است و حزب مستقل نیست. بله، ببینید در اونجا در نظام جمهوری که این رژیم اسلامی ها ابتدا مردم نهاد جمهوری مستقر کرد، به خاطر این هستش که همین کار سیستم سیاسی جامعه به صورت جمهوری اداره بشه، ولی در اون موقع یعنی در انقلاب 57 ملت ایران احزاب مستقل نداشتن، روزنامه‌نگاران رو نداشتن، نمیدونم طبقه متوسط آگاه به امور سیاست نداشتن، تکیگاه مالی نداشتن، هیچ چیزی نداشتن و در این حال روحانیت رو هم برای زدن نهاد سلطنت دعوت کردن و در این دعوت بودش که خب روحانیت همه چی رو در اختیار داشت، یک لشکر 150 تا 200 هزار نفره ملا و مکلا پراکنده در تمام سطح شهر و جامعه رو داشت و او پول اوقاف رو داشت، تشکیلات رو داشت و به تدریج توارث قدرت سیاسی رو قبضه کنه. حتی خودشون این حزب جمهوری اسلامی رو که تشکیل داده بودن یه حزبی بود به نام چیز، اون رو هم منحل کردن، چون برای اینکه اون میتونست بیاد بره چیز اصلاح طلبا بشه و جمهوریت بخش جمهوریتش رو تقویت کنه. در نتیجه در دراز مدت اون بخش جمهوری این نظام رو پالون اصولگرایی کردن و حالا این اصلاح طلبا اگر به هوش باشن یا ملیگرایا در ایران تلاش بکنن که این پالون اصولگرایی رو از روی این نظام بردارن که چرخای جمهوریتش بهتر به چرخه در انتخابات، که بتونن اشخاص صالحی رو برای ریاست جمهوری و سایر ارگان‌ها انتخاب. بسیار ممنونم. شما وقتی صحبت میکنید از 57 شنیدیم که اسم رستاخیز رو بهش میذارید، بعد اینجا الان میپرسن که چرا ملت ایران در رنسانس نوین خود دست نیاز به سوی سمبولهای باستانی دراز میکنه. این که منظور شما اون یعنی این رنسانس اون رستاخیز که نیست که، نه نه چرا، اتفاقا این رو رنسانسه در واقع همون رستاخیزه. حالا چرا ما داریم الان مخصوصا نسل جوان که سمبل فرح و هر رو به صورت گردنبند یا آرب لوگوش و این حرفاش داره آویزون میکنه و به دیانت زرتشتی داره گرایش پیدا میکنه، کوروش و داریوش داره مطرح میشه، اینا بی دلیل نیست. وقتی که خرد جمعی ملت ایران به فرزندانش داره دستور میده این کارو بکنه، چرا داره صورت میگیره؟ این عمل به خاطر اون اصل سوم قانون نیوتن، قانون سوم نیوتن اصل کنش و واکنش هست. این جماعت اومدن قدرت سیاسی رو به دست گرفتن و میگن مشروعیت ما برای حکومت و همه چیز رو در اختیار داشتن برای تمامیت خواهیمون تکیه بر سنت رسول الله هست. چون ما نمایندگان سنت رسول الله هستیم، حق داریم که بر شما حکومت کنیم و ملت هم در مقابل این داره پاسخ میده، میگه اگر مشروعیت شما سنت رسول الله هست، مشروعیت ما سنتی کهنسارتر از اون هست و الان دارن دست نیاز به طرف چیز نهاد سیاسی هخامنشیان و ساسانیان دارن دراز میکنن، به نهاد دیانتش هم به طرف زرتشتیگری و به همین خاطر هستش که داره سمبولهای چیز نیاکان رو دست نیاز به طرفش دراز بکنه. از اون طرف هم همین جمهوری اسلامی متوجه شده تمام این چیزها رو داره تا اونجایی که میتونه تخریب بکنه. چرا؟ برای اینکه ما رو محروم کنه از این موزاییک ها که نتونیم اون بازسازی رو بکنیم. ما داریم یواش یواش، چرا؟ روان جمعی یک ملت داره میگه، خرد جمعی داره دستور میده. در مقابل چی؟ در مقابل واکنش همینا. اینا دارن میگن که ما مشروعیت ما سنت رسول الله است، ما میام میگیم، یعنی ملت داره میگه مشروعیت ما هم سنتی کهنسالتر از اونا
یعنی اگه قرار باشه که ما به یک سنتی تکیه داشته باشیم که مشروعیت پیدا کنیم بر حکومت، بسیار خوب. ما قبل از اینکه از اسلام مثلا به وجود بیاد 1500 سال پیش اینا رو ساختیم. با هخامنشیان ما امپراتوری تشکیل دادیم، با هخامنشیان دولت رو برای اولین بار به جهان معرفی کردیم، با هخامنشیان نمیدونم سیستم پست و غیره و چیزا رو یارو کردیم که بعدها همه این مسئله دولت رو جهانگشایان دیگر از نظام چیز امپراتوری هخامنشی الگو برداری کردن. بفرمایید. اونجایی که شما میگید که اونها میخوان سنت پیغمبر و اسلام و به اصطلاح بذارن برای کار و معیار، مردم دارن دنبال کوروش و اینها میگردن. خیلی ها باور دارن که خود آخوندها یه جورای مردم رو سر کار گذاشتن و اتفاقا میگن بذارید برن اینها دنبال کوروش و استوانه و پاسارگاد، ما کار خودمون رو انجام میدیم. خب اشکالی نداره، اینا دارن فکر میکنن که اگه خب برن اونجا سرگرم میشن، نمیدونن که دفتن اونجا یواش یواش ریشه هاشون عمیق‌تر میشه. یعنی فردا به صورت یک موزلی براشون در میاد و در مقابلش. و تازه حالا توی همه این دعوایی که با عربستان راه انداخته بودن، داشت با عربستان میخواستن درگیر بشن، مطمئن بشید اگر درگیریشون ریشه میدوند اینا ناگزیر بودن که تکیگاه مردمی داشته باشن به طبل ناسیونالیست ایرانی بزنن، همونطوری که مثلا میبینی روس ها زدن و همونطوری که آلمان ها زدن. این تنها ناسیونالیست هستش که در مقابل امت میتونه پایداری کنه. الان جنگ در ایران جنگ بین ملیت و امت اسلامی است، ملیت ایرانی و امت اسلامی. حالا تو این وسط هم سلطنت طلبا پریدن وسط، چون که ملت ایران داره به طرف به سمبولهای باستانی دست نیاز دراز میکنه، بس بنابراین ما هم الان میتونیم سلطنت رو دوباره برگردونیم. نه آقا، این موج سواریه، این سوء استفاده است. ما داریم این کار رو که داریم میکنیم، ملت ایران داره دست نیاز به طرف سمبولهای باستان دراز میکنه، نه به این بها که سلطنت رو باز دو مرتبه برگرده بر ارکه قدرت. چرا که سلطنت در ایران بعد از تهاجم اعراب به شدت عربیزه شد. شما در همین خانواده پهلوی ببینید یه دونه اسم ایرانی پیدا نمیکنی، اکثر همشون محمد رضا، احمد رضا، غلام رضا، کوفته زهربان رضا، همشون رضا 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 مثلا افتخارم میکنن. و به همین خاطر بود که ملت بساط این سلطنت عربیزه شده رو جمع کرد. آخر سر هم همین محمد رضا شاه بود که برنش رو رفت به آستان چیز اونجا سر بر چیز اعراب سایید. در صورتی که ناصرالدین شاه و اونجا قبلا اصلا یک دونه سردار ایرانی اصلا اینا رو آدم قبول نداشت. خب این اهانتی بود به فرزندان ارزشیده دراز دست. بسیار ممنونم. اجازه بدید به دوستان بگیم اگر در رابطه با صحبت‌هایی که شما کردید، چه مقاله چه این پرسش‌هایی که مطرح شد، اگر سوالی دارن یا نظری دارن میتونن مستقیما با شما تماس بگیرن. شما روی فیسبوک خیلی فعال هستید، یزدان خداوندلو، یا اگر براشون مشکلی هست با شماره تلفن تلویزیون مردم با ایمیل ما تماس بگیرن و شما هم پاسخ میگید. من صحبتی ندارم، اگه شما صحبتی دارید ادامه بدید. بفرمایید. نخیر، من دیگه صحبت خاصی ندارم و تنها هدف من این بود که این مسئله رو مطرح بکنم که برای پاوسن گذاردگان ما این دوزاریشون بیفته که هدف از انقلاب 57 برچیدن بساط دو تا نهاد فرسوده و کهنه دیانت اسلامی و چیز شاهنشاهی بود. و شما تأکید میکنید که امکان برگشت نیست؟ بله، امکان برگشت نیست، چون برای اینه که اگر اینا واقعا به ملت ایران احترام قائل هستن، ملت ایران در انقلاب 57 اراده کرد که سامانه سلطنت رو بچینه، بس دفتر سیاسیشو بس، به بایگانی تاریخ سپرد و نظام جمهوری اعلام کرد، تمام شد. بسیار ممنونم. و اینا اگر بخوان باز دو مرتبه اینه برگردارن، هیچی در اختیار ندارن. با کدوم نیرو میخوان دولت تشکیل بدن؟ خب اون نمیدونم دیدید یا نه، مثل اون آقای رادخو، شاید با تهدید کردن، اگر جیگر داری این فیلم رو نشون بده، اگر مردی این کار رو بکن. من گفتم آخه اینجوری کسی موفق میشه؟ اگر خمینی هم نشسته بود تو عراق و توی فرانسه بین اون میگو اگر جیگر داری این کار رو بکن اون کار رو بکن، هنوز باید زیر درخت سیب با آفتابه دست نماز میگرفت. ولی متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم،
شاید شما این رو درست میگید و خوب تشخیص میدید که اینها چیزی ندارن بجز حرف زدن، بجز ادعاهایی که تو خالی هست و هیچ به اصطلاح منطقی پشتش نیست. بله ببینید، من به یک نمونه دیگه من اشاره کنم. این آقایون خانوما وقتی که اشاره میکنم به تونل کندن رضا شاه و نمیدونم به احداث مدارس و این حرف، در صورتی که اینطور مسائل در کل خاورمیانه آغاز شده بود، تنها ایران نبود، منتها به این سری مسائل بنیادینی که منجر شد که اصلا خودشون زیرا به خودشون زدن رو توجه بکنید. به یک مطلب من برای شما میخونم کوتاه برای دو سه دقیقه. حکومت پهلوی خیزشگاه خود را نشناخت. حکومت پهلوی در مقطع فروپاشی سلسله فرتوت قاجاری بنا به ضرورت در بستر تاریخ معاصر ایران پا به حذف نهاد که مشروط خواهان ترقی خواه قاجاری اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را در اثر دخالت های خارجی به خصوص روسیه و هرج و مرج داخلی در خطر می‌دیدند و در جستجوی مردی مقتدر جهت رهایی از مصیبت بودند که این قرعه به نام رضا خان خورد. و زمانی که ایشان بر اریکه قدرت تکیه زد، حضور اندیشمندان مشروطه را مزاحم خوی نظامی و جبارمنش خود دید و به مرور اقدام به حذف این افراد نمود. با حذف رجالی نظیر فروغی، داور، تقی‌زاده و دیگر شخصیت‌های ترقی‌خواه، زحمات اصلاح طلبی آنها به نام رضاشاه مصادره و برنامه‌هایی که توسط این گروه طراحی و رضاخان عامل اجرایی آن بود به حساب خانواده پهلوی نوشته شد و پیامد ناگوار درک محدود و خوی نظامی استبدادمنش رضاخان از یک سو در حذف ترقی‌خواه و از دیگر سو در مرحله بحرانی جنگ دوم که جهان با آلمان هیتلری در جنگ بود، ناشیانه دست اتحاد به آلمان نازی داد و باستاب آن منجر به اشغال ایران گردید و روند استبداد منشی ایشان در دوران پسرش شتاب گرفت و منجر به فاجعه گردید، به نحوی که در زمان سلطنت محمد رضا پهلوی تنها چاپلوسان اجازه صحبت داشتند و این کرنش نوکرما آبانه برای بسیاری از آزادی خواهان و رفرمیست های آزاد اندیش قابل تحمل نبود و شاه برای مقابله با جریان چپ ضد سرمایه‌داری به جای تأسیس احزاب مستقل به عنوان ابزار اداره جامعه مدرن و حضور مردم در حرم قدرت به ملا و مکلایان میدان ارزندام داد که مخالفان سوگند خورده تحولات اجتماعی بودند. شاه با تکیه بر نهاد دیانت اسلامی و بازگذاردن دست متعصبین مذهبی مخالفان خود را از صحنه حذف کرد و این اقدام بیخردانه بعد از 28 مرداد شتاب گرفت، به نحوی که اعدام نواب صفوی در راستای اهداف حکومت پهلوی ترورهای انجام داده بود با تأخیر پس تبدیل شدن به مهره سوخته انجام گرفت و گروه های اسلامی در حکومت محمد رضا شاه با آزادی عمل نسبت سایر گروه ها یارگیری و مسلح می شدن و ملاهای عباپوش و مکلاهای کراواتی چنان گسترش یافت که جز شخص شاه کسی توان مجادله و مقابله با آنها را نداشت. ممنونم، این بود که به اینجا رسید. خیلی ممنون آقای خداوندلو. من از شما یه سوالی دارم. دو تا از دوستان ما هستن که قبلا در سازمان مجاهدین بودن و فامیلشون خدابنده هست. شما با اونها فامیل نه. با اونها ما چیز نداریم. ما لو یه دونه لو اضافه داره، با یه خدابنده ها فرق میکنه. بله بله. دستت ممنون و متشکرم از شما. قربان شما برم تا هفته آینده. خیلی ممنون. اوقات خوبی داشته باشید. به امید دیدار. شما بدرود. مرسی. دوستان عزیز، با آقای یزدان خدابندلو بودیم. ایشون مقالات مختلفی نوشتن، روی فیسبوکشون هست و سه تا فیسبوک به اصطلاح پر جمعیت هم هست که ایشون گهگاهی روی فیسبوک خودشون مینویسن و از شماها دعوت میکنن و من هم الان چند مدت هست که وقتی که لینکی یا ویدیویی دارم از اون گروه ها هم استفاده میکنم و اونجا میذارم. اگر آقای یزدان، آقای خداوندلو اگه هستید اسامی اینا رو بگید لطفاً، بعدا هم بذاریم روی
فیسبوک اسمش. میخواید من یه دونه از همینا رو بذارم روی صفحه شما؟ بسیار ممنونم. بله لطف کنید. لوگوی اینا رو میذارم روی صفحه شما یا میذارم روی صفحه خودم و از اونجا شما میتونید کپی کنید که هر کس روی اون کلیک کنه اون گروه باز میشه، مطلبشو ببره بذاره اونجا. بله آزادم هست برای همه، هیچ برای همه. در اونجا هم نوشتم که این گروه مقررات نداره، تنها از گذاشتن ویدیوهای مستعجن و تصاویر سکسی خودداری کنید. بسیار ممنونم، متشکرم. هرچی دلتون میخواد بفرمایید بگذارید. خب پس لطف کنید بنویسید اونها رو روی فیسبوک سوربی یا روی مردم تیوی یا روی مال خودتون که ما این سجا رو داشته باشیم بتونیم بفرستیم. مرسی. بله بسیار امید دیدم. خب دوستان عزیز ممنونم. اگر اجازه بدید ما امروز چون ساعت 5 هم با آقای پرویز مینویی از تگزاس خواهیم بود، یه چند دقیقه زودتر از حضورتون مرخص بشیم. امروز خوشحالم اولین روزی بود که این برنامه رو به صورت زنده از فیسبوک هم پخش کردیم. حالا اگر بتونیم که به اصطلاح تصویر و کیفیت و اینها رو بهتر کنیم این کار رو ادامه میدیم. اگر مشکلی پیش آمد ممکنه همین روشی رو که تا حالا داشتیم و راضی هم بودیم، بعضی از شماها یکم راضی هستید چون باید برنامه رو به صورت ضبط شده ببینید، ولی چه باید کرد، به قول معروف ما یکی از افتخاراتمون این بوده و هست که پامون رو به اندازه گلیممون دراز میکنیم و میگفت که خودمون رو محتاج این و اون نمی کنیم و از این بابت خوشحالیم، باعث شده که مستقل باشیم. بازم تشکر میکنم از دوستی که از مریلند امروز $200 ارسال کرد و دوستی که از امارات مبلغ قابل توجهی رو فرستادن و برای من جالب بود، نوشته بودن این هم یک لقمه ساندویچ. خواستم بنویسم که اگر این یک لقمه ساندویچ هست چلو کباب و بوغلمون شما چقدر هست. اصلا ممنونم. برای ایشون نوشتم که وقتی که ما میخوایم بریم وسترن یونیون و پولی رو دریافت کنیم به غیر از اون 9 شماره باید اسم فرستنده و مبلغ اون ارسالی رو هم داشته باشیم. دوستان عزیز حمایت یادتون نره از تلویزیون ها و از رادیوهایی که دوست دارید، سعی کنید با حمایت خودتون و حمایت دائمیتون اونها رو مستقل نگه دارید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش. بریم یه چند تا شعر از خیام با صدای آقای شاملو و با نوای آقای شجریان بشنویم تا ساعت 5، یعنی بعدش هم یه سری ترانه‌های شعرهای شیرازی با صدای آقای یدالله طارمی تا ساعت 5 که با آقای پرویز مینویی هستیم. در برنامه آقای پرویز مینویی هم میتونید مستقیما باشون تماس بگیرید، تلفن ها رو خودشون پاسخ میدن بدون هیچ واسطه و هیچ رابطه‌ای. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.